جناب آقای جیلانی، من تقریبا همه برنامه های شما رو دیدم و مخاطب اصلی برنامه تون هستم و شما خودتونم خوب میدونید که به هر حال ما این برنامه که الان این فرصتی رو که جناب آقای زرقامی در اختیار ما گذاشتن مختنمه و خیلی هم خوشحالیم از این بابت و همیشه این رو میدونم که دو عرصه است که برای مردم جامعه ما خیلی جذابه اتفاقاتی که توش اتفاق میفته، یکی عرصه ورزش هست، یکی عرصه هنر. عرصه هنر بحثی که هست، برنامه ای که به نمایندگی از ورزشکاران هست و در واقع فعالین در این عرصه هست، برنامه 90 که شما میدونید که مسائل خودشو داره و شفافیت ویژه‌ای که اون برنامه داره. متاسفانه برنامه ای که در واقع مربوط و متعلق به برنامه سینمایی هفته نداره. نمونهش هم همین اتفاقیه که در واقع اخیراً هر دو عرصه رو تهدید کرده. یک اتفاق غیر اخلاقی در عرصه ورزش افتاد هفته گذشته. بله بله. و من در این هفته هر بار که تلویزیون رو باز کردم، به هر کانالی که مراجعه کردم، هر برنامه در هر ساعت از روز، در واقع دوستان نشسته بودن، اساتید نشسته بودن و داشتن تحلیل میکردن یک اتفاق غیر اخلاقی رو که خیلی هم دور از اون فضایی که ما داریم میبینیم نیست، خیلی هم غیر قابل انتظار نبوده و دارن تحلیل میکنن، آسیب شناسی میکنن، دارن میگن روی خانواده چه تاثیر منفی میذاره. بعضیا معترضن، بعضیا موافقن، بعضیا براشون اهمیتی نیست، ولی یک اتفاقی در عرصه هنر هفته گذشته افتاد، شاید دو هفته گذشته، که ما سعی کردیم نشنویم و از کنارش مثل همیشه نجیبانه بگذاریم، اما متاسفانه نگذاشتن و من این گلگی رو دارم. اولا توی برنامه شما خوب شد که در اون لحظه صحبت نشد، اما فکر میکنم گاهی اوقات این عدم شفافیت ما رو آزار میده و ما رو مظلوم میکنه. اگر شما تصور بفرمایید که عرصه جامعه ما یه زمین فوتباله، یک انسانی با نام، حالا من نامشون نمیارم، به عنوان کارگردان این عرصه در این زمین نه به یک نفر، نه به دو نفر، به صدها و هزاران نفر به طور اخص، به زنان ما، مادران ما، خواهران ما، به خانواده های ما، به اصل کانون خانواده و بنیان خانواده حمله کردن. یعنی ناسزا و دشنامی رو منتسب کردن به زنان سینماگر و خانواده سینما که من فکر میکنم در هیچ دین و روش و آیین این حرکت در واقع پسندیده نیست و من گلم به عنوان یک عضو کوچک اینه. دوستان، کارشناسان، روانشناسان، متخصصین، پزشکان و و و چرا هیچ کس نمیاد آسیب شناسی بکنه که من هنرمند به عنوان یک عضو کوچک متاسفانه به همین راحتی باید حجمه این همه ناسزا و دشنام رو تحمل بکنم؟ گاهی اوقات احساس کنم باید سکوت کنم به دلیل نجابت، گاهی اوقات احساس میکنم سکوت بیش از اندازه باعث میشه که انسان ها پاشون رو از گلیمشون درازتر بکنن. اما هیچ بزرگتری نه تنها نیومد از این استاد بزرگوار که تمام اعتبارشون رو از ساخت آثاری که اعتبارش رو از کلام مقدس قرآن میاره در واقع به این اعتبار به ما منتسب کردن، نه تنها کسی ازشون انتقاد نکرد، بلکه عضو محترم کمیسیون فرهنگی مجلس جناب آقای رسایی هفته گذشته مهمان برنامه شما بودن و فکر میکنم که خدا شما رو دوست داشت که اون سرماخوردگی رو به شما داد که خیلی با ایشون وارد شور نشید. ایشون یکی از فیلم‌های برجسته‌ای که در کل این همه آثار سینمایی و ارزنده سینمایی که ما داریم و گاهی اوقات بعضی از این آثار باعث دگرگونی در جامعه شده و ایجاد روش کرده، یکی از اون آثاری که ایشون مورد قبولشون بود اثر تصویری این آقا بود. من دلم میخواد به عنوان یک هنرمند از این برادر محترم، از این برادر مسلمان و بزرگوار، به عنوان یک انسان مسلمان بپرسم، بگم آیا ما انقدر ارزش نداریم که یک بزرگتر بیاد و در رسانه ملی در ارتباط با هنرمندانش که هیچ چیزی رو جز روح و روانشون رو در طبق اخلاص نذاشتن و ارائه نکردن به مردمشون و در آینده هیچ تضمین و پشتوانه ای ندارن برای ادامه زندگی، برای اینکه درجه اول برای اولین چیزی که در ذهنشون هست هنرشون هست و امرار معاش نیست، صرفاً نیست،
هیچ کس نیومد از ما حمایت کنه. این رو آقای جیرانی عذرخواهی میکنم، زیاده روی کردم روی برنامه شما. شما خیلی خوب بود. نه بحثم این بود چون آقای جیرانی ما خواستیم از اعضای محترممون که سکوت کنن، بعضی از دوستان خب بر نتابیدن. آقای جیرانی خواهران و مادران ما رو ایشون مورد در واقع اتهام قرار دادن و خیلی از کانونهای خانواده که متاسفانه اتفاق ناگواری بود، من متاسفم که دارم اینو میگم به عنوان نماینده سنف بازیگران چون مطرح شده دارم میگم، این قضیه رو ما داریم پیگیری میکنیم چون من یکی دو تا مقاله خوندم. من مجبورم صحبت شما رو قطع کنم، تا حالا گذاشتم صحبت شما رو قطع نکردم که شما حرفتون رو کامل بگید. یه نکته بگم، خیلی خوب موضوعی رو بهش اشاره کردید که مقایسه کردید ما رو با 90 و این نشون میده که خط قرمزهای ما با 90 خیلی تفاوت داره. اتفاقا من موضوعش رو مطرح کردن موضوع شما باعث شد که من این نکته رو بگم که بفهمن دوستان که این برنامه به هر حال با 90 یه خط قرمزهای دیگری داره و وارد یک عرصه‌هایی نمیتونه بشه. بنابراین خیلی متشکرم خانم میرزایی، انشاءالله موفق باشید. ما هم از اون بابت نگران بودیم، از اون بابت ناراحت بودیم، البته نمیخواستیم خیلی رسانه‌ایش کنیم ولی خیلی خوب بود که ما هم بهش میپرداختیم. آقای جیرانی عذرخواهی میکنم، اجازه بدین من، خیلی محبت کردین این فرصت رو به من دادین، من میدونم که برای شما سخته اما به هر حال بحث این که رسانه‌ای نمیشه محترمه، اما به هر حال ما با جامعه متصل هستیم، رسانه‌های در واقع رسانه‌های مکتوبی که وجود داره و هم وقتی یک بحثی مطرح میشه به نظر من دیگه رسانه ملی هم از این بابت نباید مستثنا. بسیار عفوتون، خیلی متشکرم، سپاسگزارم از فرصتی که به من و همکارانم میدید.